آلبوم خاورمیانه اثر مهدی رجبیان، هنرمند ایرانی که در ماه مارس توسط شرکت سونی منتشر شد، با همکاری بیش از 100 هنرمند از 12 کشور خاورمیانه تهیه شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش روزیتا ایران دوست می‌بینیم. آلبوم 40 دقیقه‌ای خاورمیانه اثر مهدی رجبیان، هنرمند ایرانی، آلبومی است متشکل از 11 آهنگ که با همکاری بیش از 100 موسیقیدان از 12 کشور از جمله یمن، عراق، سوریه و مصر تهیه شده است. من به عنوان یک موزیسین احساس کردم که الان نیاز با زبان موسیقی از دنیا بخوایم که مردمان خاورمیانه نیاز به صلح دارن، نیاز به حقوق بشر دارن، چون خاورمیانه با واجه جنگ غریب نیست و از همه مهمتر اینکه تخریب و ویرانگی جنگ رو همیشه مردمان عادی لمس کردن. هنرمندان این آلبوم بدون حضور در کنار هم و بعضی در شرایطی سخت موزیک را ضبط کردند، از هنرمند پناهندهی که آهنگش را در قایق ضبط کرده تا هنرمند دیگری که در ضبط آهنگش صدای بمباران هوایی نیز به گوش می رسد. من از همکاری با این آلبوم خیلی خوشحالم و کار خیلی خوبی شده و از همه دوستانی که به من کمک کردن تا با مهدی رجبیان همکاری کنم تشکر میکنم. ایده همکاری کشورهای مختلف، به خصوص این که اونا کشورهای معمولی هم نیستن و مردمشون به نوعی در عذابند، ایده خیلی خوبی بود. تمام آهنگ ها بعد از ضبط توسط مهدی رجبیان و در ایران میکس شده است. زمانی که مهدی رجبیان با دیگر هنرمندان گفتگو می‌کرد، متوجه شد که برخی از آنها تمایل دارند در هزینه‌های آلبوم مشارکت کنند. به گفته رجبیان، بخشی از هزینه‌های این آلبوم توسط خود او پرداخت شده و آلبومی است مستقل که بدون حمایت و کمک هیچ نهادی تهیه شده است. شارکنا انا و عدد من الموسیقین. خدا رو شکر میکنم که تونستیم این آلبوم رو ضبط کنیم. ما در این آلبوم از صلح و جنگی که در کشورمون در جریانه و مردمش ازش رنج میبرن حرف زدیم. به گفته این هنرمند ایرانی، بخشی از نوت‌های موسیقی در زندان نوشته شده است. آلبوم خاورمیانه توسط شرکت سونی منتشر شده است و در حال حاضر در آیتونز، آمازون و اسپاتیفای قابل دسترس است. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.